سلام بچه ها، چطورید؟ من کوروشم، سال نو رو بهتون تبریک میگم. امروز یه دیجیتک جالب داریم، میخوایم راجع به یه برنامه با هم صحبت کنیم که همتون تا هفت صبح بیدار نگر داشته همینجوری مشغول و درگیرشین، کلاب هاوس. تو این ویدیو میخوایم بگیم که چجوری اصلا باید واردش بشید، توش چه خبره، چی کار میکنن و چه داده هایی از شما جمع‌آوری میکنن. با من همراه باشید. کلاب هاوس یه برنامه‌ایه که تنها راه ارتباطی اعضاش از طریق چترومای صوتیه، یعنی نه خبری از عکس هست، نه خبری از متن هست، نمیتونی وایس بذاری بعدن یکی دیگه بره گوش بده، نه از این خبرا نیست. همه چیز آنلاینه، همه چیز هم از طریق گفتگوی آنلاینه و تو لحظه اتفاق میفته. یعنی ممکنه وارد یه رومی بشی اصلا ندونی داستان چیه، چون قبلشو نمیتونی گوش بدی. خلاصه داستان اینجوریه، چترومایی هم که داخلشن یا عمومی هن یا خصوصی هن یا فقط محدود به فالورای شما هن. حالا اینا رو جلوتر توضیح میدم، اول اصلا بریم ببینیم چجوری میتونیم وارد این برنامه بشیم و چجوری میتونیم ثبت نام کنیم. الان دیگه همتون میدونید کلاپاس فقط واسه iOS توسعه داده شده. البته این کمپانی یا این شرکت میگه که در آینده خیلی نزدیک، مثلا 6 سال دیگه، واسه اندروید هم اینو توسعه میده. ولی حالا اگر شما آیفون داری و کلاب هاوس رو نصب کردی، یه دونه خان دیگه می وسط هست، اونم اینه که باید حتما یکی از دوستات یا یکی از کانتاکتات یا هر کسی که شماره شما رو داره با شما حال میکنه، شما رو دعوت کنه به این برنامه. یعنی باید دعوتنامه داشته باشی. پس اگر این دوتا پیش نیاز رو داشته باشین، یعنی یه دونه iOS یا آیفون طبیعتاً و یه دونه دعوتنامه، میتونید وارد کلاب هاوس بشید. حالا تو کلاب هاوس چه خبره الان بهتون میگم. خب بریم سوراخ سنبا و منوهای اپ کلاب هاوس مو به مو، جز به جز، ریز به ریز واسه تون بگم. فقط اینم بگم که اپ کلاب هاوس این آیکون هست که دارید میبینید، این یکی آیکونه نیست، یعنی این یارو هست. خلاصه بریم تو اپ کلاب هاوس، همون اول بسم الله، بر اساس چیزایی که انتخاب کردید، اون اول ازتون میپرسه، مثلا تاپیکا، امیر مثلا نیویورک رو انتخاب کرد، زبان و آرتیست و کریتیو و نمیدونم موزیک و اینجور چیزا رو انتخاب کرد، اونا رو بهش نشون میده. یعنی ساینس، تکنولوژی، رومایی که بر اساس علاقش انتخاب کرده رو همون اول نشون میده. اون بالا سمت راست عکس پروفایلتونه، اونجا بزنید روش، میرید توی پروفایلتون، فالوینگ ها و فالوئراتون هست، یوزرنیمتون، اسمتون، عکس پروفایلتون و یه دوتا گزینه که توییتر و اینستاگرامتون هم به این اپ وصل کنید. اون پایین هم یه نفر هست که نوشته نامینیتد بای فلانی، یعنی فلانی دعوتنامه به شما فرستاده که تونستید بیاید وارد کلاب هاوس شید. پایینش هم یه گزینه هست به اسم ممبر آف که متاسفانه افرادی که خیلی فعالن فقط میتونن کلاب درست کنن، یعنی من نمیتونم، من فعال نیستم و نمیتونم کلاب درست کنم. اون بالا یه دونه گزینه شیر داره که پروفایلتون رو میتونید شیر بکنید. بغلش یه دونه ستینگ داره که اکانتتونه، اینترست ها، همون چیزایی بود که گفتم، مثلا من ادویکیشن و فیوچر و ساینس و اسپیس و نمیدونم اینستاگرام و نیویورک و لس آنجلس و اینا رو زدم. پایینش یه واتس نیوه که چیز خاصی نیست، اتفاق یعنی آپدیت جدیدی که اومده اونا رو نشون بهتون میده. اون پرایوسی پالیسی اینجاست که میتونید برید بزنید اون چیزایی که من خوندم واسهتون تعریف کردم و خودتون هم بخونید و یه سری چیزای دیگه. اکانت هم بزنید میتونید لاگ اوتش کنید، یعنی کل یه دی اکتیوش کنید برای همیشه. منتها گفتم ممکنه که اطلاعاتتون ضبطش رو جورتر بهتون توضیح میدم چه بلایی سر اونا میاد. خب حالا برگردیم صفحه اول. اینجا یه دونه گزینه سبز گنده داریم، این پایین نوشته استارت روم، اینه که بزنید میتونید روم درست کنید. یه روم اوپن، یعنی هر کسی که ببینه اینو میتونه واردش شه و جوین بشه. یه روم سوشال که فقط افرادی که شما فالوش کردین میتونن عضوشن و یه روم کلوزد هم داریم که افرادی که شما انتخاب میکنید فقط میتونه عضوش بشه. اون بالا هم یه دونه تاپیک داریم، من اینجا میذارم تاپیکشو دیجیاتو تست و یه روم کلوز میزنم و احتمالاً امیر رو دعوت کنم توش. امیر خرم‌نژاد دعوت میکنم میاد توش. الان امیر اومد، منتها میگه که اینجا ممکنه که شما یه گایدلاین، یه اروری بهتون میگه که حواستون باشه چی دارید میگید. اینجا امیر اومد واردش شد، یه حالت تولدم داره، اکو صدامون داره پخش میشه. حالا اینجا چند تا گزینه داره. الان امیر رو من میتونم خودم میوت کنم، امیر نرو بیرون، من بتونم میوتت کنم. این پایین یه دونه گزینه داره raised hands، اگه من اینجا امیر رو بفرستم توی آدینس، امیر دیگه صداش پخش نمیشه، یعنی امیر باید اجازه بگیره. اونجا یه دونه گزینه raised hands داره، عکس یه دونه دسته. امیر الان اونجا از من داره درخواست میکنه که بتونه بیاد صحبت کنه، که من میتونم یا بگم الان فعلا نه، یا اینکه بگم اوکی بیا صحبت کن.
اون پایین هم عکس یه دونه مثبت هست که افرادی که توی کلاب هاوس فالو دارید میتونید پینگشون کنید، یعنی بگید فلانی تو که آنلاینی حالا بیا تو روم من مثلا با هم صحبت کنیم فلان. اون میکروفون بغلم اینه که من بزنم خودم و میوت میشم. یه دونه گزینه هم این پایین دوباره هست که this is a closed room، یعنی این روم بسته است، حالا اگه بخوایم بازش کنیم میزنیم. حالا دوباره هر کسی میتونه جوین بشه و هر کسی که من فالو کنم میتونه جوین بشه. اون مادریتور هم کسیه که اکانتو ساخته. لیف کوایتلی هم که بزنید خیلی سوسکی از روم میرید بیرون، یعنی کسی نمیفهمه شما از روم رفتید بیرون. این خلاصه از این داستانه. اون قفل اون بغل نشون میده که شما رومتون کلوزده. اون سه تا نقطه بغل هم یه سری گزینه دیگه در اختیارتون میذاره، اینه که ویزیتورایی که اومدن داخل روم اونا رو اجازه بدید وارد بشن، یه شخص خاصی رو ریپورت کنید یا رومو سرچ کنید دنبال یه شخص خاصی بگردید. و یه دونه آدیو کوالیتی داره که میتونید از لو، نورمال و های بذاریدش. های طبیعتاً اینترنت بیشتری مصرف کنه و خب کیفیت صدا هم بیشتر میشه و در نهایت پور کانکشن هم بهتون میده اون پایین وقتی آدیو کوالیتی رو های میذارید. چرا؟ چون اینترنتمون مزخرفه. اند روم هم که بزنید رومو درش رو تخته میکنه و تموم میشه میره. این از این. حالا دوباره تو صفحه اصلی اون پایینش یه دونه عکس شبیه شماره گیر داریم. اون شماره گیرها افرادی هستن که شما فالو میکنید. من الان تقریبا 20 نفر فالو کردم. اینا رو میتونم هر کدوم رو اد کنم توی روم مشخصی و باهاشون بشینم صحبت کنم. بالا دوباره سمت چپ یه دونه سرچ داریم که شما میتونی افراد یا کلاب ها رو سرچ کنی بر اساس اینترستا یا بر اساس علایقت. این پایین دستبندی داره، مثلا لنگویج رو اگه بزنی، مثلا من فرضاً آلمانی چون بلدم میزنم آلمانی و رومایی که دارن آلمانی توی صحبت میکنن و من میتونم اینجا فالو کنم، جوین بشم و از چیزایی که احتمالاً نمیفهمم چی میگن استفاده کنم. بغل اون سرچ اگه برگردیم صفحه اصلی یه دونه عکس پاکت نامه داریم. اینجا ما میتونیم افرادی رو بر اساس شماره تلفنشون اینوایت کنیم. اول بسم الله دو نفر رو میتونید اینوایت کنید. هر چی افراد بیشتری رو اینوایت کنید و افراد جدیدتری که افرادی که اینوایت کردید وارد شدن، اونا خودشون اینوایت کردن، شما به تعداد اینوایتاتون اضافه میشه. الان مثلا تقریبا 9 تا اینوایت دارم، میفروشم دونه 200. هر کی خواست تو کامنت ها بهم بگه. نمیفروشم واقعا، نه این تو کامنت ها بگینا. بغلش یه دونه عکس کلندر یا تقویم داریم. ایونت هایی هست که در حال، یعنی ایونت ها رو چیکار میکنن؟ زمان بندی کردن. ایونت های زمان بندی شده یعنی چی؟ یعنی من یه رومی دارم زمان بندیش میکنم، مثلا واسه یه ساعت خاصی که مثلا همه جوین شن و راجع به یه موضوع خاصی صحبت شیم. مثلا اولین ایونتی که من دارم امروز ساعت 12 اونم اینه که ویرچوال هولی با هم بازی کنن، حالا اون افرادی که اینجا هستن، یا مثلا توییتر لاف گروپه، یا افرادی که با هم میخندن صحبت میکنن یا میدوئن با هم، مثلا اونا رو کلاب. اصلا داستان تحلیل بورس ایران، نمیدونم روم سکوت، دور هم جمع میشن، اتاق سوال جواب کلاب هاوس، جلسه 18، این داستان هست دیگه. خلاصه ایونت هاییه که من مثلا دارم، هیچ وقت هم عضوشون نمیشم. بغل این اگه تو صفحه اصلی برگرد یه دونه زنگوله است که تا بحث زنگوله است ما رو سابسکرایب کنید. اون زنگوله بغلش هم بزنید تا ویدیوهای دیجیتک و تاپ 10 و بررسی اون از دست ندید. اینجا هم افرادی که شما رو فالو میکنید یا اینوایت شدن یا پینگ شدن، کلا نوتیفیکیشنتونه دیگه، مثل بقیه برنامه است. نوتیفیکیشن ها رو میبینید و دیگه تمام. این کل اپ کلاب هاوس بود، یعنی چیز خاصی نداره. شما کافیه یه رومی رو سرچ کنی یا یکی توی یه رومی شما رو اد بکنه و شما بری توش صحبت کنی. وسط صحبت هم عموما میرسی، یعنی هر وقت من رفتم وارد یه رومی شدم دیگه همه بودن دیگه دور هم. یعنی بعضی وقتا اصلا نمیدونستم داستان چیه. اون لیو کوایتری رو زدم، اون خیلی سوسکی اومدم بیرون. این سوراخ سنبای اپ کلاب هاوس بود. حالا بریم سراغ حریم خصوصی. یکی از مهمترین دغدغه‌های کاربرا حریم خصوصیشونه. مسلما نه من دوست دارم نه شما دوست داری اتفاقی که واسه اپ اسمشو نبر رخ داد اینجام بیفته. واسه همین من کار سخت رو انجام دادم. یعنی چی؟ رفتم کل اون داستان حریم خصوصی اپ کلاب هاوس رو خوندم، خلاصه و چکیدش اینجا واسه تون آوردم. اگر هم خودتون میخواین برین اون پرایوسی پالیسیشو بخونید، تو سیتینگ هست نوشته پرایوسی پالیسی، برین اون روش بزنید و بشینید یه دو سه ساعت درگیر باشین که چی ازتون برمیداره و چجوری ازتون استفاده میکنه. اما حوصله ندارید، من الان واسه تون میگم. کلاب هاوس همون به بسم الله میگه شما هر اطلاعاتی که به ما موقع ثبت نام میدین و من خیلی ریلکس جمع آوری میکنم. یعنی چی؟ یعنی تاریخ ساخت اکانتتون، شماره‌ای که باهاش ثبت نام کردید، ایمیلی که میزنید، یه وقت اصلا اینستاگرام یا توییترتون رو به کلاب هاوس وصل کردید،
اونا رو جمع آوری میکنم، عکس پروفایلتون، یوزرنیمتون و اینکه شما تو کدوم روم میرید، با کی چت بکنید و برای کی دعوت نامه میفرستید. کلا برای شروع سنگین جمع آوری میکنه. حالا مهمتری سوال اینه که اون صحبت ها یا اون وایس هایی که تو این روم ها رد و بدل میشه چه بلایی سرش میاد. کلاب هاوس میگه که در صورتی که یه روم فعال باشه، ما اون محتوایی که داره اونجا پخش میشه، یعنی کسی که داره صحبت میکنه یا افرادی که صحبت میکنن، صداشون رو به صورت موقت ضبط میکنیم که اگر خدایی نکرده یه نفر از تو این چت روم ها ریپورت کرد، گفت مثلا فلانی حرف بد زد به فلانی، ما بتونیم بریم یخه شو بگیریم و حسابشو برسیم و اکانتشو احتمالا ببندیم و بندازیمش بیرون. منتها این زمانی اتفاق میفته که چت روم فعاله و همه دارن توش صحبت میکنن. تا زمانی که دیگه کسی تو روم نباشه دیگه هیچ چیزی رو ریکورد نمیکنه. البته میگه این ریکوردینگ ها همه رمزنگاری شده است، یعنی کسی خارج از کلاب هاوس نمیتونه بهش دسترسی داشته باشه. ولی یه نکته خیلی مهم و جالب و یه ذره مسخره اینجاست. کلاب هاوس میگه اگر کسی میوت باشه یا جزء اودینس باشه که طبیعتا نمیتونه صحبت کنه، ما ریکوردینگی ازش ضبط نمیکنیم. خب هنر کردی کلاب هاوس، وقتی کسی میکروفونش میوته چی رو میخوای ضبط کنی؟ حالا جمع کردن داده یه طرفه، بلایی که سرشون میاره یه طرف دیگه است. کلاب هاوس میگه ما برای مقاصد تجاریمون داده های شما رو نمیفروشیم، اما اگر یه دولتی با یه حکم دولتی، مثلا حکم قضایی یا دادسرا یا دادستانی، بیاد پیش کلاب هاوس و بگه آقا من صحبتای این بابا رو میخوام، کلاب هاوس هم میگه اوکی بیا این برای تو صحبتاش، این هر چیزی که تو اپ گفته ایناست. البته اینم بگم که اکثر برنامه‌ها، یعنی تقریبا همه برنامه‌ها این همچین داستانی دارن، یعنی اینجوری نیست که مثلا این کلاب هاوس فقط تحویل دولت میده. اکثر این پیام رسانه‌ها مثل حالا تلگرام اگه بذاریم کنار، واتساپ و اینستاگرام و فیسبوک و اینا، کلا همشون با همه دولت‌های دنیا یه همچین زد و بندی دارن. اونم به خاطر اینه که خب بیزینس دیگه، باید بچرخه دیگه چرخش. اما فقط این دولت‌ها نیستن که کلاب هاوس اطلاعات شما رو در اختیارشون میذاره. کلاب هاوس تو پرایوسی پالیسیش گفته که ممکنه داده‌ای که از شما جمع‌آوری می‌کنه رو با ارائه‌دهنده‌های سرویس‌های زیرساخت مثل وب سرویس‌ها، ایمیل‌ها، کسایی که ایونت‌ها رو مدیریت می‌کنن هم با اونا به اشتراک بذاره. کلا واسه اینکه این بیزینس بچرخه، ممکنه این داده ها رو با یه سری افرادی که الان بهتون گفتم به اشتراک بذاره. و در نهایت سوال آخر اینه که این داده هایی که اینا جمع آوری کردن، یعنی کلاب هاوس از شما جمع آوری کرده، تا کی دست کلاب هاوس مونه؟ کلاب هاوس میگه نمیدونم، شاید تا ابد نگه، یعنی تا وقتی چراغ سرور روشن باشه منم این داده ها رو نگران چرا؟ چون ممکنه یه دولتی ازمون درخواست کنه که داده‌های یه بابایی رو بدیم بهش، یا اینکه اصلا خودمون واسه کسب و کارمون لازممون بشه این داده‌ها. خلاصه که اگه یه چیزی تو کلاب هاوس گفتین احتمالاً نصب دیگه تو کلاب هاوس تا ابد. خلاصه اگه خیلی واسهتون حریم خصوصیتون مهمه، این اپ کلاب هاوس اصلا به درد شما نمیخوره، چون داده‌ها رو جمع‌آوری می‌کنه بدون اطلاع شما، در اختیار دولتی که درخواست داده‌های یه شخص خاصی رو بکنه میذاره، در اختیار وب سرویس‌ها میذاره. خلاصه داستان داره دیگه، یعنی مواظب حرف زدنتون تو این اپ باشید، یعنی همچین چیزی بی ربط و چرت و پرت نگید، تو هر رومی هم مثلا عضو نشید. یه روم هست که خیلی اوکی، یعنی کلاب هاوس اصلا مونده ایرانی ها چرا همچین رومی دارن، روم هم چیه؟ روم سکوت، یه 200-300 نفر دور هم جمع شدن ساکت هم بهترین روم من واقعا نمیدونم، یعنی بعد از تهران مازراتی روم سکوت. این هم یه بررسی جامع و کامل از اپ کلاب هاوس که قشنگ زیرو روش واسهتون ریختم بیرون و گفتم که چجوری توی ثبت نام باید بکنید، چجوری باید ازش استفاده کنید، روم کجا بسازین، کجا ببینم برید پروفایلتون عوض کنید، حریم خصوصی چی میشه، چی جمع‌آوری میکنه، چی جمع‌آوری نمیکنه. اگر شما روم خاصی میشناسید که مثلا خفن راجع به تکنولوژی توی صحبت میکنن، این زیر بنویسید، یا مثلا اگه منو پیدا کردید پینگم کنید بیام جزء عضو رومشم. پینگ داره اصلا توش. آره استاد کار کنید ذره. آره منو پین کنید عضو رومشیم. مثلا امیر یه دونه روم داره سیلو سواران، همه سیلو سواران جهان دور هم جمع میشن، میرن پارکینگ پارک پردیسام، صندوقا رو میدن بالا، آهنگ بندری میزنن. خلاصه همچین داستانیه. کانال ما رو سابسکرایب کنید تا ویدیوی بعدی.